درود به شما مخاطبان شریف. آقای فرانچسکو توتی، ستاره فوتبال ایتالیا، در مورد راز بزرگ زندگیش صحبت کرد. او گفت: موبایل همسرم رو چک کردم و دیدم که او به من خیانت کرده. در ادامه ویدیو به صحبت‌های جالب توتی در مورد همسرش می‌پردازیم. قبل از هر چیز از لایک شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. فرانچسکو توتی گفته: این ماجرا برای من ساده نیست. زندگی من درگیر شده. گوشی همسرم رو چک کردم و چیزی رو دیدم که سخت آزارم داد. بذارید برای اولین بار کل ماجرا رو بگم. من 27 سپتامبر 1976 به دنیا اومدم. 46 سالمه و سال 2003 وقتی 27 ساله بودم با دختری جذاب به نام ایلاری بلازی که هم خبرنگار بود و هم مدل آشنا شدم. رابطه عاشقانه ما شروع شده بود. در نهایت سال 2005 مراسم ازدواجمون در تلویزیون ملی ایتالیا پخش شد. مبالغ جمع شده از این مراسم رو به پناهگاهی برای حیوانات بیخانمان فرستادیم. اولین فرزندمون کریستیان خیلی زود 6 نوامبر 2005 به دنیا اومد و دومین فرزندمون شنل متولد سال 2007. ما سال 2016 دوباره صاحب یک فرزند دختر شدیم و اسمشو ایزابلا گذاشتیم. من و همسرم به خاطر علاقه به بچه قرار گذاشتیم که صاحب 5 فرزند بشیم. اما او خیانت کرد و دیگه با هم رابطه ای نداریم. اول اینو بدونید که الان 3 درگیر هستن که من اونها رو بیشتر از خودم دوست دارم. اونها فرزندانم هستن. میخوام از هر نظر از اونها محافظت کنم و همسرم عشقی هست که تقریبا 20 سال دووم آورد. انتظار همه چی رو داشتم بجز این که اینطوری تموم بشه. من تا الان حرفی نزدم، اما خیلی اخبار مزخرف در مورد من نوشته شده. حتی فرزندام به دردسر افتادن. دیگه بسه. میگن مقصر جدایی فقط من بودم. طلاقمون به خاطر خیانت من بوده. من میخوام این نکته رو روشن کنم. من اولین کسی نبودم که خیانت کرد، بلکه همسرم با یک مرد دیگه وارد رابطه شده بود. حرفامو میگم و بعد دوباره سکوت میکنم. حتی همسرم هر چی بگه و هر پاسخی بده من ساکت میمونم و جواب نمیدم، چون اولویت من محافظت از بچه هامه. بحران واقعی بین مارس و آوریل سال 2021 شروع شد، اما مدتی بود که عذاب میکشیدم. بگذارید خاطره ای از همسرم بگم. سال 2006 جام جهانی، مسابقه قبل از فینال، گل زدم. ایلاری هم بود. این تنها مسابقه‌ای بود که او برای تماشا در آلمان اومده بود. گل زدم و انگشت شستم رو در دهانم قرار دادم، مثل کریستیان، یعنی اولین بچه‌مون که اون موقع فقط 8 بود. من به خانواده‌ام، کشورم ایتالیا، همسرم و بچه‌هام اهمیت زیادی میدم. در 12 اکتبر 2020 پدر من مرد. کرونا گرفته بود. آخرین بار در 26 آگوست دیدمش. من میدونستم که او بیماره و نتونستم دیگه ملاقاتش کنم. پدرم همیشه کنارم بود. جلوی دیگران با غرور میگفت: پسرم فرانچسکو شماره 1ه. بعد از فوت پدرم من هم کرونای سختی رو تجربه کردم. 25 روز از خونه بیرون نرفتم. نزدیک بود در بیمارستان بستری بشم. خلاصه برای من زمان وحشتناکی بود. خوشبختانه بچه هم کنارم بودن. بالاخره تونستم زمان بیشتری رو با کریستیان، شانل و ایزابل بگذرونم. از طرف دیگه همسرم زمانی که بیشترین نیاز رو بهش داشتم کنارم نبود. در بهار 2021 ما به طور قطعی وارد بحران شدیم. البته منم مقصر این طلاقم. باید بیشتر به ایلاری توجه می کردم. شام می بردمش بیرون، بهش می رسیدم، اما بی توجهی کردم. در سپتامبر 2021 یک نفر چیزی به من گفت که برام خیلی سخت بود. گفت ایلاری با یک نفر دیگه تو رابطه است. در واقع چند تا دوست پسر داره. اصلا قبول نمی کردم این حرفا رو، اما موبایل همسرم رو چک کردم.
من هرگز در 20 سال گذشته این کار رو انجام نداده بودم و او هم هرگز موبایل منو چک نکرده بود، اما من مشکوک شده بودم. به موبایلش نگاه کردم و دیدم که شخص سومی هم وجود داره. ایلاری با یک نفر پیام رد و بدل می کرد و از طریق او با یک مرد دیگه دوست شده بود. علاوه بر این، ایلاری گرایشات عجیبی پیدا کرده بود و با یک زن هم رابطه داشت و اون زن هم آرایشگرش بود. من همه اینا رو دیدم و هیچی به هیچ کس نگفتم. من کسی نیستم که چشممو ببندم، اما ترجیح دادم از این موضوع چشم پوشی کنم برای محافظت از بچه هام. خیلی عذاب کشیدم. همسرم به من گفت امسال کمی بیشتر در میلان میمونم، کمتر برمیگردم به روم. من این جمله رو که شنیدم با خودم گفتم ایلاری حتماً با یک مرد ارتباط داره، اما هنوز هم امیدوار بودم که واقعیت نداشته باشه. شدیداً به افسردگی دچار شدم. دیگه نمیتونستم بخوابم. وانمود کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده، اما در حقیقت من داغون بودم. از خونه بیرون نمیومدم. حالا مدتیه به لطف دوست دخترم نومی بیرون میام. نومی از نظر شخصیت نقطه مقابل ایلاریه، اما من از مقایسه کردن خوشم نمیاد. من و نومی قبلا همو میشناختیم، اما از ابتدای 2022 وارد رابطه شدیم. برگردیم سراغ همسر سابقم، ایلاری. یه روز ازش پرسیدم که اون مردی که بهش پیام میدادی و میخواستی ببینیش کی بود؟ اولش تکذیب کرد. گفت که هرگز اون مرد رو ملاقات نکرده. وقتی متوجه شد که من همه چی رو میدونم، به من گفت که فقط برای خوردن یک قهوه با اون مرد ملاقات کرده. میدونم که اونها از اوایل مارس 2021 با هم آشنا شده بودن، قبل از اینکه داستان من با نومی شروع بشه. من خیانت همسرم رو دیدم، اما سکوت کردم. ایلاری با پدرش سراغ صندوقهای امانات رفت تا اونا رو خالی کنه و مجموعه ساعت‌های منو هم با خودش برد. او حتی ضمانت‌ها رو هم برد، حتی جعبه‌ها و همه چی رو دزدید. حالا ایلاری ادعا می‌کنه که ساعت‌ها و ضمانت‌ها رو خودم بهش دادم. اما مگه اون ساعت‌ها مردونه نیستن؟ چرا باید همچین چیزی بهش بدم؟ فرانچسکو توتی با تیم ملی ایتالیا در سال 2006 قهرمان جام جهانی شد. سال 2007 باشگاه رئال مادرید به او پیشنهادی 200 میلیون یورویی داد، اما او این پیشنهاد رو قبول نکرد و گفت باشگاه روم از همه چیز برای من بالاتره. او تمام سالهای فوتبالش رو در تیم روم بازی کرد و حالا در آستانه رسیدن به 50 سالگی از همسرش جدا شد و به گفته خودش بهش خیانت شده. نظر شما در مورد این ماجرا چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایک شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.